واکنش های حراسالود حکومت آخوندی نسبت به پیامت های محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم به خاطر سوء قصد تروریستی علیه گرد همای مقاومت ایران در پاریس همچنان ادامه دارد. گزارشی در این رابطه. به دنبال اخراج یک دیپلمات تروریست رژیم از فرانسه و در حالی که اسدالله اسدی دیپلمات تروریست حکومت آخوندی در زندان در بلژیک در انتظار محاکمه به خاطر توطئه علیه گرد همایی مقاومت در پاریس است مصری عضو مجلس رژیم گفت جای سوال دارد که چرا در اوج همکاری با اروپا نتوانستیم وی را آزاد کنیم حداقل انتظار ما از اروپایی این است در کنار وعده هایی که ذره ای از کلام خارج نشده و هیچ جنبه عملی پیدا نکرده بر سر گفته های خود بیستند این اتهامات الله اسدی دیپلمات زندانی هم مسائلی ساخته شده و برنامه‌ریزی شده از سوی مجاهدین است. آخوند حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رژیم با اشاره به اینکه دیپلمات تروریست دستگیر شده ی رژیم در اروپا حدود 120 روز است در زندان به سر میبرد گفت کشورهایی چون آلمان و بلژیک برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق اسدالله اسدی را زیر پا گذاشتند و وزارت خارجه باید در برابر اقدامات خسمانی این کشورها فعالتر باشد. دبیر کل باند موسوم به ایسارگران جواد آمری نیز گفت 120 روز از بازداشت اسدالله اسدی گذشته است و پیگیری مناسبی در مورد وضعیت او نشده است. ادعی گمان می‌کنند سیاست خارجی در مسئله برجام خلاصه شده است. در همین حال یک کارشناس رژیم درباره اخراج دیپلمات تروریست رژیم از فرانسه به خاطر توطعه علیه گرد همایی مقاومت در پاریس گفت نکته حائز اهمیت این است که برخلاف عرف بین وزارت خارجه فرانسه و دولت فرانسه اقدامی را انجام داد که کاملا باعث تعجب بود اما وقتی سناریوهای پشت صحنه را مینگریم متوجه میشویم که فرانسه در پازل غرب نسبت به جمهوری اسلامی حرکت کرده و عمل کرده است. وی افسود فرانسه به جای اینکه بگوید اموال دولت جمهوری اسلامی متعلق به یک دولت مهمان است، اعلام می کند که اموال وزارت اطلاعات را مصادره کرده و یکی از اعضای دارای مسئولیت سیاسی وزارتخانه را دستگیر می کند. حقیقت پور عضو مجلس ارتجا و مشاور پاسدار علی لاریجانی نیز از زندانی شدن یک دیپلمات دیگر رژیم به نام خلیلی در آلمان خبر داد و گفت نباید این موضوع عادی شود که کشورهای دیگر به خود اجازه دهند با دیپلمات‌های ما چنین برخوردی کنند خلیلی یکی دیگر از اتباع ما در آلمان به جرم اینکه قطعات هواپیما خریداری کرده دستگیر شده و ماها به حال خود رها شده است.